روز قبلا در شرایط خوب و خانه مجهز با اشیاهای ضروری زندگی میکرد. پس از زندانی شدن شوهر، بار زندگی و تامینی دو فرزند بر دوش فیروز افتاد. او با کودکانش در یک وگان آهنین زندگی میکند. این وگان هم نزد ساختمان است که تقای فیروزه در آن کار میکند. زندگی در این وگان تنگ و آهنین برای او و کودکان خردسالش آسان نیست، اما فیروزه خود را به آن تسلا میدهد که در بیرون نماند. او به صبرانه انتظاری به آزادی برآمدن شوهرش است. برای بیرون شدن او از محبس نیم سال دیگر مانده است. ما نیم سال است که در اینجا زندگی میکنیم. خاله و تقایم در نزدیکی من زندگی میکنم. ما با شوهرم در یک خانه در نزدیکی مترو زندگی میکردیم. او راننده تاکسی بود. با یک نفر مناقشه کرد و او را با تهمت زندانی کردند. گلسونه شهروندی قرقیزستان است. او برای معالجه پسرش عثمان به روسیه آمده است. عثمان معلولیت دارد. شوهری گلسونای بعدی تولد عثمان آنها را ترک کرده است. دو فرزند دیگر این زن در قرقیزستان در تربیه مادر کلان ماندند. زندگی گلسونای در روسیه به سختی می گذرد. تنها چیزی که آنها را از گرسنگی نجات می دهد این است که عثمان شهروندی روسیه را دارد و کمک های طبی و مالی می گیرد. سازمان های خیریوی هم به این آیله کمک می رسانند. گلسونای میگوید امکان جای کار کردن ندارند چون تمام روزش به نگاه بینی پسری معلولش میگذرد. در هر صورت اینجا برای ما به فرق از قرقیزستان آسان تر است چون که در آنجا ما چنین پزشکان را نداریم. اینجا به ما کمک میرسانند، تبابت میگیریم. در آنجا برابر رفتن به بیمارخانه از بیمار پول میپرسند. بنیاد خیریوی خانه نیکی بیش از 200 بسته مواد غذایی آماده کرده است که برای 1000 نفر پیش بینی شده است. این کمک ها به آنها فرستاده می شود که واقعا نیاز دارند. هر درخواست از جانب تشبثکاران اقدام سنجیده می شود. این مواد از جانب افراد خیرخواه جمع آورده شده است. به گفته مسئولان بنیاد خانه نیکی، امروز موضوع گرسنگی و دسترسی به مواد غذایی در بین مهاجران بیشتر از هر وقت دیگر داغ شده است. ما 200 بسته مواد غذا را به خانواده های نیازمند و مهاجران تقسیم میکنیم که جای کار و امکان بازگشت به وطن را ندارند و در اینجا گرسنه نماندند. بعد راه اندازی تلفن باوری به ما سیل مراجعت ها وارد شد. صدها و هزارها نفر کمک میخواستند. ده ها رضاکاران و یا ولنتیاران در ماشین های شخصی خود کمک ها را به سراغه های مختلف در مسکو و اطراف آن می رسانند. با این هم کار امروزه آنها تمام نمی شود. ده ها نفری دیگری نیازمند انتظار کمکی آنها هستند.